سوال میخوام بکنم خب رژیم بعد از سلسلهی در واقع پنهانکاری از طرف مقامات مختلفش هم چون که دوستانی که تماس گرفتن هم گفتن از سخنگوی دولت گرفته تا نمیدونم معاونین روحانی تا نفرات به اصطلاح نظامیش بعد از چند روز اومد اعلام کرد که خب خودشون با شلیک موشک این هواپیما رو زدن حالا اگر همون موقعی که م... هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و سرنگونش کردن همین رو اگر می اومدن میگفتن اعلام میکردن و مسئولیتش رو بد... به عهده گرفتن چه فرقی می کرد و چرا این کارو نکرد حالا من فکر کنم که خب اینو توی همین وضعیتی رژیم میشه خوند که چند بار تالا بهش اشاره کردم من که رژیم در یک وضعیت عدم تعادل به سر بره در واقع بعد از قیام بهمن و ضرباتی که خامنه‌ای دریافت کرد بعدم قیاب مردم عراق به طور خاص که اونجا هم خلاصه خامنه‌ای هدف قرار گرفته و رژیم فکر کنم رژیم تعادل را از دست داده توی این بازی هم که به اصطلاح توی این هم که با آمریکا داشت اینو خیلی خوب نشون داد این به اصطلاح واکنشی هم که به این عملیات علیه رژیم به در واقع کشو شدن حلاکت قاسم سلیمانی نشون داد به نظرم اونم باز همین همین ماهیت رو بارز کرد که در است رژیم رژیم در است و تعادل خوش از دست داده و توی این قضیه به طور خاص تو قضیه ساقط کردن این هواپیما بیشتر از اونجاها بارز شد خیلی روشنه فرض کنید که یک مینیمم یک مینیموم انسجام یک مینیموم تعقل یک مینیموم توازن فکری تعادل فکری اگر در رژیم حاکم بود خب منطقا بعد همون روز که اتفاق می افتاد اطراعی کوتاه صادر میکردن اعلام میکردن که ما در شرایط جنگی بودیم و خب حمله شده بود بهمون ما موشک شلیک کرده بودیم متاسفانه این کار صورت گرفته عذر میخوایم از مردم آماده هستیم که همه خسارت ها رو بپردازیم و خلاصه حرفایی رو که نصف نیمه آخر زدن کامل اول می زدن. من فکر میکنم که برای رژیم ده درصد این وضعیتی که الان ایجاد کرده ایجاد نمیکرد خب پس چرا این کار نکرده؟ حالا یه بار دیمشین سوال کرد به این دلیلی که اساسا از یک تبادل کافی برخوردار نیست من فکرم این روزها اگر که یه مقداری کارایی که رژیم داره میکنه یا فرهنگی که بر خود فرهنگ سیاسی که بر رژیم حاکمه رو تعقیب کنیم دنبال بکنیم و پی بگیریم به خوبی اینو میبینیم که رژیم در واقع از یک بلبشو در این حال از یک به هم ریختگی شگفتنگیزی الان رنج بره و برش, برش, حاکم هست من برخی از چیزا رو برخی از گفته های این آدمای رژیم رو داشتم نگاه میکردم میخوندم همین فضا برش حاکم است که اگر بدید به برخی از اینا نگاه ب... اشاره بکنم مثلا فرض کنید یک بابایی هست همین سردار حاجی زاده که ظاهرا مسئول مستقیم این جنایت هم بوده چون خودش فرمانده هوافضا است گفت من غرب بودم و بعد شنیدم و بعد تلفن کردم و خب این خامنه ای اومده گفته که من خبر ندارم خبر نداشتم به دروغ داره میگه البته روحانی هم میگه که ما خبر نداشتیم تا همون روزی که اعلام کردن تا پری روز این که میگه نه من از اول گفته بودم خب اینا که این آدم تعادل همین به همین سادگی آدم هم تعادل این اه, که یک جنرال پاس داره فرماندهش خامنه ای دیگه خب فرماندهش اینو خبر نداشته داشته یا میگه که من وقتی اینو شنیدم آرزوی مرگ کردم خب خب آرزوی مرگ خوب خودکشی می‌کردی دیگه چون آرزوی مرگ <تصفح> یا من که ای کاش میمردم و چنین سانه را شاهد نبودم شما میگه این فرهنگو این فرهنگ خب اگر که یک نظامی باشه که از مینیمم مقبولیت اجتماعی برخورد باشه این حرفا رو بزنه یک چنین گاف و یک چنین جنایتی هم مرتکب شده باشه حال بخواد بیاد به عضو تقصیر بیاره به پیشگاه مردم خب جا داره این حرفا ولی رژیمی که مردم خونش تشنه هستن و تو شعاراشون اون موقع تمامیت این رژیم با آتش میکشیدن مثلا این حرف چه تا... چه مسئله حل میکنه که این حرفو داره میزنه این از یک به هم ریختگی توی کارشون کارت میکنه کما اینکه نگاه کنین مجید انصاری مجید انصاری تشخیص مسئله نظام قبلا هم مسئول بوده من رئیس کمیسیون قضای مجلس بوده از مقامات بالای رژیم هست میگه که چرا چرا این کار کردین چرا این فاجعه میگه که فاجعه مضاعف پس از سقوط هواپیمای مسافر بری بوده یعنی خود، خودش تازه فاجعه است این بابا که تو تلویزیون هم شما نشون دادیم همه فداش میگفت می اون تاسف بود این بسیار تاسف بار بود این نحوه اعلام میگه که نحوه برخورد مسئولین با حادثه و اعتراض رسانی در بود یعنی داره میگه که ناخن خامنه‌ای دروغ میگه منتها این کلمه رو به سرعت نمیگه میگه خیلی باید سریع شفاف با پذیش تقصیر از همه مردم عذرخواهی میکردیم یه نماینده مجلس در میگه نماینده شیرازه به سرا نماینده خونداز تو شیراز میگه که کمترین انتظار مردم استعفا یا برکناری فوری بالاترین رده های مسئول در فاجعه هواپیمایی اوکراینی و سپردن آنها به دست عدالت است سپردن به دست عدالت یعنی چی یعنی اعدامشون دیگه یعنی واقعا این میگه که باید اعدامشون کرد خب بعد میگه که اگر بر کناری و مجازات برای خاطیان فاجعه بار در کار نباشد من به حرمت سوگند یاد کرده یاد کرده هم استعفا خواهم کرد نگاه کنین این عدم تعادل عدم تعادل خب این خودش چی کار است نمانی مجلس رژیمه خب با, خ... با همین شورای نگهبان و همین دستگاه همین خامنه‌ای هم اینا وردنش تو مجلس به خاطر وفاداری به همینا قلبان و غالبا ولایت فقی اومده توی مجلس خب این که نون نونخور مقام رژیم به هر حال دارم میگه که من اینجوری بعد یکی دیگه باز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این میگه که سید اباس صالحی میگه که پیگیری سانه هوایی حق ملت است نگاه کنید به کجا رسیدن میگه یعنی تظاهراتی که ملت دارن میکنن حقشونه پیگیری دارن میکنن آن را با برچسب براندازی مخدوش نسازیم میگه سعی نکنید به اینا برچسب بزنید بعد بهشون مثلا شلیک کنین بزنین سرکوب بکنین هر سه از اوزا در اینجوری هشدار میده سخن... همین این که خوندین همین که گفت که خلاص این خطای انسانی نیست هر کمی نگاه کنیم مثلا روزنامه های رژیم روزنامه شهرند یکی می رژیم میگه جالب است که چهار ساعت همین حرفی که باز فکر یکی از این فکر کنم مصطفی برادر مصطفی اینو گفت به خوبی به درستی گفت میگه جالب است که چهار ساعت قبل از شلیک موشک پایگاه آمریکایی ها در عراق به دولت عراق خبررسانی شد اما در پروازهای مسافربری و داخلی کشوری چنین خبری داده نشد خب این روزنامه رژیم در این حرفو میزنه به کی داره اعتراض میکنه میگه که وقتی هواپیمای غیر نظامی از فرودگاه خومینی پرواز میکند مسلما اجازه پرواز دریافت کرده چطور ممکن است اطلاعات این سامانه با پدافند سپاه به اشتراک گذاشته نشده باشد یعنی میخواد بگه به اشتراک گذاشته شده آگاهانه زدین دیگه اینو بیاین و با ام زدین بیا این رو بگین حالا از این نوع حرفها بسیار زیاده روزنامه سیاست روز حالا از اونوری میگه میگه سقوط هواپیمای مسافر اوکراین نباید بهانه برای سرکوف زدن به نیروهای مسلح کشور شود اکنون شرایط حساس تر از هر زمانی است راست میگه واقعا شرایط حساس تر از هر زمانی است حسام که از این دوستان به اشاره کرد که واقعا این جنایت میدونین این مشخص شد افشا کردن که از دستن... از از یاران نزدیک سید امامی بوده داماد دوری نجف آبادی اون جنایتکار که وزیر اطلاعات بود و در زمانش اون وزارت اطلاعات همون قتل زنجیری مرتکب شدن که الان نماینده خامنه‌ای کنم تو عراق شما نکنم خب این داماد اونه و دوست و همکار سید امامی این اومد گفت که این هشدار داد تهدید کرد همه های فارسی زمان رو که زیر سوال میبرن که این با نقص فنی سرکوب شده قبلا حالا امروز چی میگه امروز میگه که امروز میگه که من خلاصه اطلاعات نداشتم و میگه که چیز هست گول خوردم هر خبری بود هر خبری بود دروغ بود و هر دروغی بود خبر بود کنیم حرفایی که ما همیشه میزدیم میگفتیم که حرفای این آخوندار رو و این پاسدار رو باید 180 درجه عکس کرد تا واقعیت باشه الان خودشون دارن میزنن خب حرفای چیزی هم بدید من چند جمله ازش بخونم حرفای زمانمون بله یک دو دقیقه حرفای عباس عبدی نه. عباس عبدی میگه که از قول ربیعی که گفت ربیعی سخنگوی دولت که میگه که میگه بعد از زور جمعه بود که آقای ربیعی زنگ زد پس از یک پرسی کوتاه گفت نظرت چیه چکار چی کنم گفتم درباره چی گفت کل ماجرا دروغ است و آبروی من رفته است جالب است که ربی هم در فکر آبروی خودش بود میگه البته حق داشت زیرا اینا روی... چیز این ربی چی دارن همین بابا عباس زیرا ساختاری که تا این حد به راحتی به خودش رحم نمی کند دلیل ندارد که به افرادی که به فکر آبروی به فکر آبروی دیگران باشد یعنی دو... بعد میگه که این دروغ و این نظام حق بازی نظام کتمان حقیقت در نظام ولایت فقیه ساختاریه یعنی اصلا برای این بنا شده اصلا بنیادهاش با همین ریخته شده حالا این کی داره میگه عباس عبدی خود همین ربیعی اومده قبلا به اصطلاح گفته بود که خلاصه انگ زده بود به کسایی که بیان بگن که این همین نقص فنی نبوده منظور این هست که بعد از اینکه به خصوص بعد از اینکه روشن شد که اینها همه دروغ بوده و داشتن به اصطلاح به مردم دروغ میگفتن و دیگه الان باید گفت که همه حرفها ها دروغه من تا این دروغ رو الان یک درجه ایشو اعلام کردن دروغ دو, دو درجه ای رو برای اینکه دروغ دو درجه‌ای رو بپوشونن و خودشون هم دارن میگن برخی از رسانه های رژیم به این حرف اشاره میکنن که هنوز زیر این کاسه یک نیم کاسه دیگه هست که باید رو کنن از قبیل این که سپاه پاسداران میدونسته میدونستان هواپیماست داشتن میزدن بعد این سوال باید جواب بدن که چرا زده بودند که بعد وقتی این کار رو بکنم همجور که عرض کردم که فرصت نشد که با جزئیات اینو توضیح بدیم که اثبات بکنیم که اگر اینجور باشه چون شرایط جنگی بوده و شرایط جنگی هم خود رژیم ایجاد کرده از این شرایط جنگی استفاده کرده هواپیمای غیر نظامی رو انداخته این عمل در توصیف حقوقی بر اساس اساسنامه قانون, جنا... قانون ماده 8 قانون دادگاه اساسنامه دادگاه جنایت بین‌المللی این عمل عمل عبارت است از جنایت جنگی وقتی جنایت جنگیه پس مرابرین بسیار عوارضش بار, بار میشه که باید در کشورهای دیگه هم دادگاهی بینوری حق و وظیفه رسیدی به اونو دارن و باید دیگه اون وقت اون کسایی که مسئولین هستن اون کشورهایی که از اون کشورها کشش شدن یعنی کانادا، اوکراین، آلمان، انگلستان اینا مدعی خواهند یعنی قابل پیگیری هست. قابل پیگیری هست و بعد بیان پاسخ بدن البته این گام باید برداشته بشه من پیش می که این گام برداشته بشه یعنی بالاخره یه کسایی مجبورن بیان این وسط بگن که واقعیت چی بوده بله خیلی متشکرم کاش فرصت بود همین موضوع رو بیشتر سر صحبت می‌کردیم متأسفانه وقت برنامه به پایان رسیده اجازه بدید بگول کنیم به برنامه‌های بعد ان و فرصت های دیگه تشکر می‌کنم آیه زاهدی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و همچنین متشکرم از شما دوستان عزیز که تا این ساعت با ما همراه بودید در پایان برنامه به اتفاق مهمان برنامه های زایدی از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی ارتباط مستقیم